با آنکه امنیت سراسری در کشور تأمین شده، اما بیکاری موزلی است که هنوز هم در جامعه بیداد می کند و مشکلات اقتصادی سبب شده تا جوانان تحصیل کرده به فکر ترک وطن شوند. یک دغدغه خیلی بزرگ برای جوانان و مردم عزیز افغانستان است بیکاریه، چون کار نیست. اکثر جوانان مجبورن ترک وطن کنن به خاطر لقمه نان، به کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی سفر کنن. چی سرمایه ها و چی نخبه های را ما داریم از نظر که آنها علم دارن، سواد دارن، تحصیل دارن، آنها را به بخش هایی که مربوط هر کسی میشه یا هر نخبه میشه، همین نخبگان را در همون بخش استخدام بکنه. فقر و مشکلات اقتصادی باعث شده تا بیشتر جوانان مجبور شوند راه های پرخطر و صعب العبور را بپیمایند تا به امید دریافت کار به کشورهای همسایه برسند. انتظار می رود تا مسئولان امارت اسلامی با ایجاد فرصت های شغلی از رفتن کادرها و افراد متخصص به بیرون از کشور جلوگیری کند. اگر در این زمینه توجه بیشتری به سبب صورت بگیره که جوانان ما از اینجا با چی مشقت های میرن بیرون از کشور به دنبال کار، اگر در این بخش توجه صورت بگیره و زمینه کار فراهم بشه که زمینه کار به فراهم بشه، این در مثلا امنیت تاثیر گذاره، مثلا روی اقتصاد خانواده تاثیر گذاره، برای پیشرفت جامعه این تاثیر بسیار خوب و مثبت داره. با این حال مسئولان محلی هرات میگویند که امارت اسلامی در تلاش است تا از طریق اجرای پروژه های زیربنایی و سپردن کار به اهل آن زمینه اشتغال برای جوانان را در کشور فراهم کند و از رفتن جوانان به بیرون از کشور جلوگیری کند. ټول مسؤلین په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي د ځوانانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي تر څو دوی مشغول سي خپل په ورځنیو کارو، او همداراز دلته هرات کې مخکې تر فتحې لکه څنګه چې موږ عمار لرو او وخت چې د دوی فعالیت په شاره کې صنعتي کې ډیر و تر دروسو فابریکو پورې و، اوس دلته 450 فابریکې کار کوي، نو امیدواري سته چې لا به هم دا لړۍ وغځېږي تر څو موږ د هرات ټول ځوانان پر کار باندې بوخت سي او مشغول بسي. امیدواری ها بر این است تا امارت اسلامی با اجرای پروژه های زیربنایی و انکشافی در بخش های مختلف کشور فرصت های کاری را برای جوانان مهیا سازد تا در کنار جلوگیری از فرار مغزها به رشد اقتصاد کشور نیز کمک کند.